سلام، طرز تهیه سالاد ماکارونی که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوشجان موجود می باشد. برای تهیه سالاد ماکارونی هویج داریم که هویج ها رو می دازیم توی آب پخته و نرم بشه. همینطور پاستا داریم که شکلاش یه فرمیه و هر شکلی رو که دوست دارین انتخاب بکنید. یه قابلم آبو میذارم روی حرارت به جوش که اومد، یه کمی روغن بهش اضافه میکنم، یه مقدارم نمک و پاستاها رو به این آب جوش اضافه میکنم و اجازه میدم پاستاها نرم بشه، یعنی از اون موقعی که برای ماکارونی استفاده میکنیم نرم تر بشه. الان دیگه هویج پخته شده و آبش هم جمع شده که حرارتش رو خاموش کردم و گذاشتم که سرد بشه، چون باید نگینی تقسیم بشه. از این طرف هم پاستا دیگه پخته شده و من از پخته شدن و نرم شدنش مطمئنم، برای همین دیگه خاموش میکنم حرارت رو و وارد صافی میکنم، آب ولرم روش میدم و اجازه میدم که این پاستامون هم کاملا سرد بشه. در فاصله که پاستا داره خنک میشه، خیارشو رو من به قطعات نگینی خرد کردم، آماده کردم. کالباس رو هم همینطور نگینی خرد کردم که شما میتونین کالباس رو هم خودتون تو خونه درست کنین که قبلا آموزشش رو دادم. هویج و تخم مرغ رو هم نگینی خرد کردم. و اما از ذرت و نخود فرنگی هم میتونین از کنسروی استفاده کنید، هم میتونین خودتون تو خونه اینها رو آماده کنید که بعد از که آبی رو میذارین روی حرارت به جوش که اومد کمی نمک اضافه میکنید، بعد جدا به جدا ذرت و نخود فرنگی رو هر کدومش رو 5 دقیقه میذارین بپزه، بعد وارد صافی کنید، آب ولرم روش بدین، بذارین سرد بشه، بعد مورد استفاده قرار بدید. و اما برای اینکه مواد سالاد ماکارونی رو با هم دیگه مخلوط کنیم، سس مایونز داریم که اونو توی یه ظرف مناسب می‌ریزم. آب لیمو داریم بهش اضافه می‌کنم. نمک، فلفل سیاه و حالا این مواد رو با هم دیگه با چنگال هم میزنن تا یک دست بشه. بعد از اینکه مواد یک دست شد، حالا مواد رو به این اضافه میکنم. نخود فرنگی، هویج، ذرت، خیارشور، تخم مرغ و کالباس. و حالا با 2 تا چنگال این مواد رو کاملا با هم دیگه مخلوطشون میکنه. بعد از اینکه مواد با سس کاملا مخلوط شدن، حالا پاستایی رو که پخته بودیم بهش اضافه میکنیم. کم کم اضافه میکنیم و هم میزنیم که سس به خورد پاستاها هم بره. به همین شکل ادامه میدیم تا کاملا مواد با هم دیگه مخلوط بشن. بعد از اینکه همه مواد رو با هم مخلوط کردیم، سالاد رو توی ظرف مناسبی سرو میکنیم و 1 ساعت میذاریم توی یخچال تا کاملا خنک بشه و بعدا سرو. دوست عزیزم، سالاد ماکارونی آماده شده که امیدوارم شما هم درست کنین و در کنار عزیزانتون از خوردن اون لذت ببرین. نوش جان.